خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و به اذن الله الحمدلله رب العالمین رب شهلی صدری و یسرلی امری و اهلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بر سلامتی و خوشنودی قلب ناظرین آقای امام زمان سلامت خیلی کنید. خب خدمتون عرض کنم که لایو امروز به مناسبت عید قدیر هست. در کنارش هم به غیر از بحث عید قدیر، مباحث و مبانی این که بعضی از عزیزان نکاتی، مشکلاتی، چیزی داشته باشن، میتونیم بهشون کمک بکنیم و بتونیم راهنمایی کنیم. و بحث حفظ و بحث خیلی از نکاتی که خیلی از عزیزان شاید ترس دارن توی دنیای بحث حفظ قرآن، بتونیم براشون باز کنیم. عید شما هم مبارک باشه. ابتدای کار ما یک سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان میکنیم. عید قدیر بر همه شما عزیزان مبارک باشه. و اینکه در ابتدای کاری سلام علیکم ما داشته باشیم که وسط لایو اگه عزیزی ورودم پیدا کرد، حالا بعدا لایوم دید بدونه که من سلام علیک کلی کردم که بتونم مباحث بهتر بریم جلو. سلام استاد، پسرم حافظ 20 جزء قرآن هست، برای ادامه محفوظاتش برنامه میخواییم. ممنون. برنامه برای بچه که 20 روز میکنه، چون 10 روز آخر سرنوشت ساز هست، چون حجم 20 روز رو گذرونده، این باید درست دوره بشه. از این 10 روز بعدی هم باید بدونه که فشار بهش به 10 روز رو تموم کنه. به جرات میتونم بگم که جز اول استادای هستم که تو زمینه این 10 روز آخر تخصصی میرم جلو و بدون فشار. این خیلی مهمه. طول 20 روز خیلی آخه دوره ها و فنی بودن شما رو حافظه کل میکنه، وگرنه خیلی تا 20 روز میزن بعد قرآن رو ول میکنن، چون این فشار بالا میاد. اونایی که 20 روز حفظن حداقل روزانه 200 صفحه دوره میکنن تو بیرون ها، ولی خب پیش ما بکنم 30 صفحه باشه، 30 تا 35 صفحه بیشتر دوره ندارن تا اونجا که من حضور ذهنم تو برنامه. و خیلی هم برنامه سبوک، ولی از اون بر حتما با 10 روز آخر با قدرت تموم کنن. این خیلی مهم است. من تکرار زیاد دارم روی یک سوره، اما بعضی مواقع یادم میره آیه رو. شما که تکرار دارید روی سوره خاص، حتما نوار زیاد گوش کنید یا ترتیل زیاد گوش کنید. نوار اصطلاحی تو حافظه و اون ترتیله، یه اصطلاحی که جا افتاده. ترتیل استادی انتخاب کنید، زیاد نوار گوش کنید. مثلا دارید آشپزی میکنید، شما که حالا خانم هستید، آقا هست داره رانندگی میکنه، نوار زیاد گوش کنید، ضمیر ناخودآگاه شما سیو میکنه تو مغز، بعدن میبینید چقدر راحت تو زبونتون میاد آیه رو بخونید. این خیلی مهمه. خب اتفاقا واسطه بلند میخونم، واسطه بلند بخون، ولی نوار زیاد گوش کن. نوار رو خارج از برنامه قرآنی زیاد گوش کنم. من منظورم این بود. سلام، موقع حفظ لازم شماره آیه رو حفظ کنیم؟ برای اتصال آیه چه پیشنهادی دارید؟ شماره آیه به هیچ وجه لازم نیستش که حفظ بکنید، چون اصلا چیز اضافه است. فکر کنید، مثال میزنم، یه سوره بقره 49 صفحه است، 280 خورده مثلا آیه است. چرا شما در کنار آیه دارید حفظ میکنید؟ 280 خورده عدد هم باید اضافه کنید به حفظ قرآنتون، چیزی که هیچ استفاده نمیشه. تو مسابقات و همه جا هم پست منتها چون کار میکنن، شماره صفحه رو تو دوره هاتون یاد میگیرید. مثلا میگه صفحه مثال، حالا به عنوان مثال میشه بگه صفحه مثلا 42 مثلا انتهای صفحه آیت الکرسی هستش. مثال آدرس میدید، صفحه رو بگید، آیش معلومه. ولی شماره آیه باعث میشه شما از حفظتون جا بمونه، چون حفظیات وقتی میاد بالاتر میشه 200 صفحه، چند هزار تا آیه شما باید تو ذهنتون نگه دارید و خیلی فشار میاد به حافظتون. برای حفظ شما برای هر جزء گواهی میدید؟ بله، ما گواهی میدیم، آزمون داره، گواهی نامه ارسال میشه. الان گواهی همراه نیست، بودش اون یک دفترمون بودیم، میتونستم بهتون نشون بدم. استاد ببخشید، روزی 20 دقیقه چند سال طول میکشه حافظ قرآن بشیم؟ تو هر لایو متفاوت مثال میزنیم، توضیح میدیم. یک سال و نیم تا دو سال و دو سه ماه، تا دو سال و نیم بذارید حدوداً، یک سال و نیم تا دو سال و نیم بستگی به شما داره. یعنی تایمتون تنظیم میشه برمه سبک، تا 100 صفحه روزانه میکنم 10-15 صفحه دوره دارید، یعنی خیلی کم. کسی که 200 صفحه قرآن حفظه روزانه 100 تا 120 صفحه باید دوره کنه، اما پیش ما مثلا میشه 20 صفحه 25 صفحه. دورای خیلی سبک، ولی
با توجه به روانشناسی که از شما اولین جلسه‌تون میشید با توجه به خودتون برنامه بدیم، یعنی اصلا نیست که با همه یه برنامه بدیم، هر کس برنامه مخصوص خودشو میگیره. برای کسایی که تازه بخوان شروع کنن توضیح میدید، میتونید مشخصات خودتون رو، شماره تماستون رو با نام خانوادگیتون رو ارسال کنید تو دایرکت اینستاگرام، واحد جذب و واحد آموزش به شما هم مشاوره میدن، در صورتی که دوست داشتید ثبت نام میتونید کنید و خیلی راحت هم میتونید پیش بید به سمت جلو. استاد در طرح حفظ یک ساله مربی چند بار در هفته تماس میگیره؟ کلن به صورت استاندارد 2 بار کافیه، ولی چون کسی که تو طرح یک ساله است یا کسی که تو لسه قرآن ما هستش آنلاینی مثلا هر روز گزارش برنامه داره، برنامه میفرسته به مربی و امتیاز بندی داره، هر چند روزی با تاریخ برنامه انقضا داره، مثلا 4 روز بعد انقضا پیدا، همون روز دوباره برنامه ارسال میشه، دوباره برنامه جدید میگیره، تونتون در تکاپو هر روز هست تو فضای مجازی. ولی تماسا و کلاس آنلاین تصویریمون در هفته 2 جلسه هست، 1 جلسه هم هست، 3 جلسه هم داریم، ولی من استاندارد میگم 2 جلسه کافیه. برای دختر 8 ساله روحانی روانخوانی نیست، چجوری حفظ کنیم؟ برای دختر 8 ساله که کلاس آموزش تخصصی نوجوانان هست، در کنار احکام به مباحث و مبانی مفاهیم قرآن جزء 30، بعد از که جزء 30 رو هم مفاهیم و حفظ و حفظ کرد در کنار مفاهیم جزء 30 و وارد جزء 1 حفظ تخصصی برای کل قرآن میره جلو. در مورد هم مباحثه‌ای و باید ثابت باشه یا نه، هم مباحثه‌ای تو روش ما نیاز نیست، من باید اینجوری طراحی کردم که هم مباحثه‌ای نداشته باشید. چرا؟ یه مقدار این که دنبال آدمش بگردید پیداش بکنید، بعد تازه اون هم مباحثه شما باید به شما بخوره و میبینید نمیخوره، بعد مثلا اون خیلی ضریبش بالاتر یا ضریب هوشیش پایین تر از شماست، شما همش کند میشین، همش فشار میاد، همش پیداتون ناراحتی پیش میاد، خیلی در سر داره. هم مباحثه خوب باشه عالیه، ولی خب سخته. سلام محترم، نیاز نیست، با 3 مدل روش دوره‌ای که من یاد دادم تو برنامه هامون تو اونجا یاد میگیرید که یه هم مباحثه نداشته باشید. سوال بعدی، استاد در طرح حفظ یک ساله چند بار مربی با ما در تماس هست؟ 2 بار در جلسه. 2 جلسه. کلاس تفسیر دارید یا نه؟ فعلا کلاس تفسیر نداریم، مهد قرآن همراه حفظ کل قرآن، پیش دبستانی، آموزش تخصصی نوجوانان، روحانی روانخوانی تجوید برای مقاطع دیگه و کلاس حفظ تخصصی کل قرآن برای 13 سال به بالا هست. یعنی ما از 3 سال تا جدیدا هم یک شخص ثبت نام کرده 75 سالش هست که پیش ما یه الحمدلله دارن حفظ میکنه. سلام وقت بخیر، هزینه دوره رو لطف میکنید؟ نه، هزینه‌مون 200,000 تومان است. سلام، 3 جزء حفظ دارم و 2 مرداد مسابقه دارم، مرور خیلی خیلی هست ولی باز توپوب دارم، چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید. ببینید، نوار زیاد گوش کنید، اگه نوار زیاد گوش کنید آهنگ های ترتیب تو ذهن شما میچسبه به هم و روون میشه. سعی کنید عجله تون خوانی اصلا نداشته باشید در حفظ قرآن، غیر از آسیب هیچی برای شما نداره. اینو دارم بهتون میگم که بدونید حرفای شما سعی از حفظ قرآن توفیق میخواد. اینم که بله، ولی خب و همه داده شده، خودمون استفاده نمی کنیم، نندازیم وقت گردن خدا و توفیق نداشتن. در چه ساعتی از رو میشه بهتر حفظ کرد؟ در ساعتی که شما راحت تر باشید. یعنی چی؟ من الان حال دارم، الان وقت قرآن کار کردن، خستم، وقت قرآن کار کردن نیست. برای حفظ یک ساله هزینه کل چقدر؟ حفظ یک ساله ها شرایط ویژه داره، هر کسی برای حفظ یک ساله ما نمیپذیریم. چرا؟ به این دلیله. الان دیروز یک نفر شاگرد حفظ یک ساله پذیرفتیم از عراق که از اصالت ایرانی بودن ولی خود تو عراق زندگی میکنن و کامل ایشون ارزیابی اونهایی که یک ساله میخوان حفظ کنن 1.5 ساعت 40 دقیقه حدودا روانشناسی دارن که اول از همه دینی جنبه و جنم حفظ یک ساله رو دارن. نمیخوایم فشار بیجا بیاریم، طرف خسته بشه یا مغزش آسیب بخوره. یکی از عوارض حفظ یک ساله اینکه آسیب میزنن، میخوره به مغز و حافظه و بحث استرسی انسان. ما از روی عمد یک پروسه سختی گذاشتیم که هر کسی تو حفظ یک ساله ورود پیدا نکنه. اونهایی که میخوان اولش
یه هزینه 100 هزار تومان وارد میکنن، بعد ماهی 700 هزار تومان هستش به خاطر اینکه جدی بگیرن. بیرون 12 میلیون تومان شروع میشه برای حفظ یک ساله. و اینکه روانشناسی میشن، روزانه باید رو 2 تا 4 ساعت باید وقت خالی داشته باشن، 2 تا 4 ساعت این رنج وسطش باید باشه، یعنی 2-3 ساعت باید دیگه حتی خالی داشته باشه. 3 روانشناسی باید نشون بده که این آدم درگیر نیست، چون بعضی مشکلات زندگی هن، بعضی فشار کار هن، بعضی بچه داری هن، درگیری اگه زیاد از حد داشته باشن حفظ قرآن اضافه کنیم یک ساله پوستش کنده میشه. اینا باید برن حفظ عمومی که خیلی سبک و راحت روزانه میتونن حافظ بشن. مربی تجوید هم داریم، بله، هم آنلاینی هست هم آفلاینی هستش. سلام، من حافظ کل قرآن هستم، فقط خیلی جا ضعیف هستم، راه حل برای من چیه؟ راه حل برای کسی که حافظ کل هم خیلی ضعیف هستن، 2-3 تا من راه حل دارم. یکی از راه حل هایی که دوره تثبیتی بردارم پیش ما، ما باش کار میکنم، اول یه ارزیابی کل حفظش رو میکنیم، جاهای ضعیف ها رو انتخاب میکنیم هدفمون، بعد باید برنامه خیلی خاص اونا رو پر میکنیم، درست میشه سریع. و چرا گفتم شما ثبت نام کنه؟ به خاطر اینکه تو این عین یک ماهه که داره خودشو بازیابی میکنه، مربی قرآن هم میکنیم، یعنی آموزش های مربیگری میدیم. چون وقتی اینا که حافظ کلا ضعیفن یه مقدار قوی میشن، درکش مربی بشن تخصصی، روحیشون میاد بالا و میتونه کل نفسیاتشون رو برگردن. یکی از سیاست هایی که باعث میشه اون طرف خودشو پیدا کنه. توفیق حفظ و خداوند باید عطا کند، درست هست؟ بله، خداوند باید عطا کنه که الحمدلله وقتی قرآنش رو روی زمین فرستاد برای ما انسان ها توفیقش رو داد. اینجا باید دیگه اختیاره که بپذیرمش یا نپذیرمش. شما استارتش رو بزن، خدا حتما میده. استاد دفتر برنامه‌ریزی رو حتما باید تهیه کنیم، نمیشه خودمون درست کنیم. ببینید، یک دفتر تخصصی برای برنامه های روزانه شماست، برنامه نوشتن یک کار تخصصی شیک و تمیز برای شما، برای برنامه‌ریزی روزانه‌تونه. مبلغش هم 100 هزار تومانه. براتون ارسال میشه دم خونه‌تون. یک کار تمیز برای حفظ قرآن شروع کنید. اینکه خودتون دفتر بده خط کشی کنید، بعد دفتری که برای این کار نیست. این دفتر کوچیک‌تره و A5. خوبیش اینه که همه جا میتونید ببرید، تخصصی برنامه‌ریزی شده برای حفظ قرآن. معلم تجوید و روحانی هم استخدام می‌کنید. چون تشکیلات سیستم تجوید ما بیشتر فیلم برداری و کارهای خاصه، فعلا تجوید معلم استخدام نیاز داره، چون داخلمون داخل مجموعه هستن. ولی اگه خواستیم اعلام میکنیم، ولی برای حفظ اگه کسی حافظ باشه بالای 10 روز میپذیریمشون که اصلا آموزش رو 2 ماه. برای عکس گواهی نامه باید حتما دوره رو بگذرونیم، فقط آزمون تنها نمیشه. نه، آزمون تنها نداریم، اونایی که حافظان باشن 2-3 ماه تو مجموعه ها باشن که حفظ جدیدم اضافه بشه، آزمون بعد میتونن بدن. استاد الان من دارم قرآن حفظ میکنم در شهر خودم، کلاس هست، نیاز است بریم؟ ببینید، مشخصه ای کسی اینه، کلاس ها معمولا فشار زیادی به قرآن پرجن، صبح تا شب پای قرآن بشینی تا اون بحث تخصصی و مثلا حافظ قرآن بشید. فشار بیجا باعث میشه شما استرس تو زندگیتون بیفته، توی وجودتون بیفته، همیشه در کنار حفظ قرآن یه بدتون هم بیاد از راه قرآن. ناخودآگاه فشار زیادی اینجوریه. به خاطر همین من پیشنهاد زیاد کلاسایی که تخصصی و علمی، بحث پزشکی توش نیست، بحث حافظه ها نیست، روانشناسی نیست، نورونای مغزی که بحث فیزیولوژیک مغزی هست اینا نیست، نرید. سلام، مدتی به ناچار فاصله از حفظ گرفتم، الان که مجدد رجوع کردم توان پس دادن محفوظات رو به پرسشگر ندارم، چیکار کنم؟ اول شما که هستید تو مجموعه ما اگه ورود کنید یا تو مجموعه یک جای دیگه میرید، اول باید ارزیابی بشید که چقدر داغون این حفظیات شما، چقدر خوبه، چقدر متوسطه، چه صفحاتی هستش که شما کلمات رو میتونی بخونی ولی صفحات اصلا کلمه‌ش یادت نمیاد، صفحه‌ش اصلا یادت نمیاد. اینا روش تثبیت و دوره‌هاشون فرق می‌کنه. و ما توجه به اون شرطی که شما دارید باید برنامه بگیرید. فقط همینه دارم میگم، حتما باید درست ارزیابی بشید. حفظ قرآن با معنی، قبل از اینکه آیاتی که حفظ می‌کنید باید معنیشو حتما بخونید بعد حفظش کنید. اینکه روش بنده است که حتما باید باشه. روزی چند ساعت وقت بذاریم؟ اونی که تو کلاس ما هستش 20 دقیقه. روزانه 20 دقیقه شما بستتونه، مثلا نیاز نداره. قرآنمو پولیه،
قرآن پولی نیست. ببینید مؤسسات خصوصی که اصلا ما چون هیچ ارگانی نداریم دولتی که کار برای قرآن بکنه، این چیزی که شما دیدید مساجد فی سبیل الله دارن انجام میدن و ما هم این کار دارن انجام میدیم، خانواده هستن که مشکلاتی دارن کمکشون میکنیم و بحث دیگه، اما ساختمون که اجاره میکنیم رهن کردیم، پرسنلی که کار میکنن، کارمندایی که هستن، آب برق تلفن اینترنتی که داریم استفاده میکنیم، همه اینا هزینه‌های سنگینی که بر ماست. از 500 تا مؤسسه تو تهران 400 تاش این یک سال و نیم اخیر تعطیل شدن، کامل ورشکسته شدن. اصلا مؤسسه قرآنی فقط مؤسسه خصوصی داریم که تو کشور کار کنن، دولتی اصلا کاری نمی‌کنن، کار خاصی انجام نمیدن. من قبلا مدیر آموزش بودم دیگه قرآنی تو سطح تهران، اینقدر که دوندگی داشتم که یه کار برای قرآن کنم دیگه اصلا نمیشه، تو تشکیلات دولت اصلا کاری انجام نمیشه. این طرح هم که از حفظ قرآن تو 23 و کل کار کردن انجام میدیم، ما نزدیک 700 800 تا شاگرد الان داریم دیگه، همین الان هستن تو مجموعمون. این عزیزان همشون با برنامه‌ریزی و بحث پزشکی و بحث روانشناسی شده که هست انجام دادیم. تونستیم عزیزان بیان بالا. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بخیر دوستان. سلامت باشید. ممنون، متشکرم. سلامت باشید مختلف. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. همه عزیزان. استفاده میکنم از لایواتون مطالبتون. استاد من حقیقتش الان یه دو هفته میشه به مؤسسه شما برداشتن. بعد اولش هم با خانم فلاح صحبت کردیم. ایشون گفتن یک سال و هفت ماه هشت ماه شما حافظ کل میشید. بعد باز حالا با چند نفرم آقای هراینی و با آقای کشاورزم، من پشتیبانم آقای کشاورزم، با ایشون صحبت کردم. ایشون خودشون مثلا بعضی از این دوستانتون مثلا زیر مجموعاتون دو ساله دو سال و نیمه طول کشیده که مثلا 20 جز حفظن فقط. بعد حقیقت خیلی برام تعجبه که چطور تو یک سال و هفت ماه، یعنی حافظه یادمون میمونه که متدتون یعنی اینقدر به روزه که ما حافظه کل میشیم تو یک سال و هفت ماه. خب خوب جوابتو بدم، علمی هم هست، همه عذاب کنم به دردشون بخوره این سوال. ببینید ما هر جوری این حافظه رو تمرین بدیم، هر جوری تربیتش کنیم، اونجوری با ما راه میاد. خب حافظه 3 روز 7 روز 11 روز 21 روز، این مدل، این تعداد شو عددی که گفتم، اگر تربیتش کنیم مثلا یک چیز رو هفت روز تکرار کنه، بعد از هفت روز هر هفت روز یک بار اون رو تکرار کنه، این باعث میشه که یاد بگیره که رو نظمی که مغز رو انداختیم، اون حافظه رو نظم انداختیم، این نگه میداره مطلب رو. خب کسی که یه سال و نیمه پیش ما مثلا 20 شو تست کرده، مثلا من گفتم یک سال و نیم تا دو سال و نیم بودن، اگه شخصی استوب نزنه مرتب بیاد راحت میتونه حافظه کل قرآن بشه بدون هیچ فشاری. خب این که شما مرتب میای بالا، مرتب نظم، یعنی من شاه کلید کارم نظم، نظم نباشه اصلا موفق نخواهی شد، یه واقعیت بود. شما وقتی که این نظم رو با اون تعداد برنامه سبکی که برات می‌نویسم که یه دور می‌چرخه کل حفظیت، مثلا 100 صفحه حفظ کردی، این 100 صفحه هر مثلا هر هفت روز یک بار یه دور می‌زنی کلشو، به حافظه داری یاد میدی، هر هفت روز یه باری نگهدار، به سراغت میام. این باعث میشه که این ضریب هوشیت بالا بره. درست شو؟ الان آقای داود فتح پیشم نیست، بودش حتما میگفتم یا چه میگم یه سری پیش من، هفت سال اصلا دوره نداره، حافظه کل مدرک لیسانسش هم گرفته از سازمان تبلیغات و الان برای فوریسون برای دکتر دارمونده میشه، خب از مربی مجموعه بوده، بعد این شاگرد خودم الان اصلا 7 سال لای قرآن رو باز نکرده. شما یه سوال نتونستی قلط ازش بگیرید، یعنی این ند آماده ذهنش، ذهن رو باید تربیت میکنیم. آفرین، ذهن رو باید تربیت کنیم. مشکل ما اینه، ما اینقدر استعداد ما اینقدر بالاست، مغز ما حافظمون برآوردی که دانشمند کردن 20 میلیون کتاب میتونه حفظ کنه، بعد من و شما هنوز گیریم که یه دونه کتاب قرآن میشه حفظ کرد، یا کتاب قرآن نیست مثلا میشه این کتاب قرآن حفظ کرد یا نه. بعد اینه که استعدادمون رو نابود کردیم. الان اگه کتاب قرآن دم دستم نیست، من دارم
اینه که یک کتاب قرآنه خیلی هم عظیمه، ولی متاسفانه هممون ازش جاموندیم و استعدادهامون از بین بردیم. این بدترین حالته، یعنی مشکل ما اینجاست که استاد استعداد از بین بردنیم. و من وقتی نورون‌های مغزی و فیزیولوژیک رو داشتیم تحقیق میکردم اون زمان، الان همین برای کتاب جدید که داریم آماده میکنیم، استاد دکتر صفامنش هم هست، دکتر سرکار خانم صفامنش هم روانشناس داریم، دکتر روانشناس داریم، بحث هم دکتر سهرابی و کسی که تو تیممون هستیم، ایشون فقط برای نورون‌های مغزی و سیستم عصبیه که چی جوری این تقویت میشه چیزی یاد میگیره. شد اگر ما علم یک چیزی یاد بگیریم برای خودمون، میتونیم تو اون چیز با کمترین وقت نتیجه عالی بگیریم. این نکته که متاسفانه عزیزان توجه ندارم. الان مثلا از خیلی خیابون دارم رد میشم، با ماشین دارم میرم این وقت، من هر یه دقیقه با ماشینم کنم چون زیاد درگیر کارم، حجم کار رو من بالا الان اداره هستم، یعنی با فرهنگی و سانتگارم هستیم دیگه، در کنار الان مدیر دپارتمان دانشگاه تهران بودیم و همتوش مدیر آموزش قرآن سطح بسی تهران بودیم و چند پوسته رو سطح تهران بودیم. الان اولا اومدیم یه زرم تفت چون باید تمرکزم رو قرآن گذاشتم. یک ارشته دانشگاه من کامتن نرم افزاری تو کار کامتن یه شکر نرم افزاری که کلا کار نرم افزاری من انجام میدم. تو چرا من همه این رو دارم برای یاد گرفتم؟ دکتر اولو قرآن حدیث دارم از کامتن نرم افزاری دارم دانشگاه، به خاطر اینکه من استعداد خودم فهمیدم ته نداره. وقتی فهمیدم ته نداره خیلی بیشتر خواستم. ولی وقتی من میتونم حافظ بشم یا نمیتونم، همین یه دونه کلمه لازم روانشناسی شما رو جلو تو گرفت. پدر و مادر به فرزند برگرده بگه کلاس زبان داری میری؟ من خب 16 سال الان دارم باشگاه میرم دیگه، ورزش کنم به صورت حرفه ای دارم ورزش کنم، کاملا حرفه ای. تو سلام بشم بچه من بارها شده فرزند مثلا یه والدین اومده میگه پسرم یا دخترم باشگاه رفته کلاس زبان رفته حال نداره، میشه قرآن کار نکنه؟ درسته که نمیدونم اون استعداد انرژی که اون بچه داره هیچ ما تموم نمیشه، ولی با گفتن مادر که خسته شدی پمپاژ انرژی جلوگیری از خودتو بگی که خسته شدی، تو دیگه بیشتر از این نمیتونی و استعدادها دور میشه. یکی از متضادها چیزی که هست پر شدنش اینجاست. خب دکتر شما باید خودت تحمل کنم میتونم دور خودت نگیر. چشم روازاده هم اتفاقا یه بار به من گفت، گفتم دکتر رفت به سنتی رو انجام میدم و رشته من حقوق حفظ قرآن چیکار کنم؟ خب همه رو با هم شما میتونی انجام بدی، یعنی حرف شما کاملا درست بود. چشم استاد ما شما جدا بریم ان شاء الله دو سال زیر همون اینو بگم شما نکته آخر رو بگم. ما قدیما دانشمندی که داشتیم علم نجوم رو داشتن، ریاضیات رو بلد بودن، فقه رو بلد بودن، همه رو با هم بلد بودن. الان شما تو سیستم آموزش پرورش بچه شما تک بعدی میشه، تک بعدی یعنی نابود میکنه از سیستم اون قدرت اون سیستمی که یک انسان میتونه به دست بیاره و همه چی برسه رو رسمن داریم نابود میکنیم با سیستم آموزش پرورش. من حرفا رو زدم و به مسئولینم زدم و یه رفتم گفتم صحبت کردم و جالبه خیلی وقتی پذیرفتن. حالا نمیتونم اینجا تو لایف اعلام کنم ولی تو تحت واسه توضیح بودم ببین چجوری از بچه از اول ابتدایی تا دانشگاه نابودش میکنید کاملا. بخاطر همینه یه سیستم آکادمی جدید دارم طراحی کردم الان. تا آخر پارسال داشتیم زیر ساخت کار می‌کردیم، امسال بهره برده تازه ما تازه با بهره برده شروع به حفظ قرآن کردیم، یعنی 700 تا شاگرد داریم همینجوری اضافه شدن به صورت حرفه‌ای. قرار تازه شما ببینید به چند هزار نفر میرسن ان شاء الله. مثلا ما خود هم مبلغتون دیگه مثلا من تعبیر بشه مثلا دوست دست شما نکنم ارتماس بدو یا علی مدد من با اجازه میدم دوراتون چند وقت است؟ یه سال و نیم تا دو سال و نیم به صورت حفظ عمومی میتونید پیش ما حافظ بشید بدون فشار. کلا روزی چند صفحه باید بخونید؟ چند صفحه‌ای نیست، ولی کسی که مثلا 100 صفحه است 10 15 صفحه روزانه دوره داره. مدلش هم فرق می‌کنه البته. با معانی تفسیر می‌خواهیم. معنی و تفسیر خارج از حفظ قرآنه. یعنی شما حفظ می‌کنید شما کتاب تفسیر رو یا اینترنتی گوشیتون بریزید بشید بخونید. کاری نداره که این موضوع یک از کارهای خوندنی شما هاست که اصلا مربوط به حفظ نیست مستقیم. استاد خواهش میکنم مقامات یاد بدهید. قبلا حجاز سوار رو فرمودید.
عالی بوده. دوست دارم این کارو بکنم ولی ناخودآگاه خیلی حمله ور میشم به ما که میگن که چرا اینجوری بریز مثلا راحت یاد میرید. من آموزش رو به صورت راحت یاد گرفتم، یعنی برای خودم اینقدر تحلیل کردم تا راحت بفهممش، همون راحت میتونم به دیگران یاد بدم. و متاسفانه خیلی ها بیرون نونشون آجور میشه که میگن که آقا اینقدر راحت نیست، اصلا طرف میاد دو سال طول میکشه تا آموزش دستگاه ها رو یاد بگیره، بعد در کنارش این موضوعات رو داره انجام میده. سلام، بنده کسی رو ندارم باشم حفظ کنم و مدتی حفظ میکنم، ولی چون با کسی مرور نمیکنم فراموش کردم، بگید که چه کار کنم؟ شما کاری که میخواید بکنید این هستش که بحث مرور حفظ قرآنتون رو سعی کنید حتما با یه مجموعه شروع کنید، چون این استاد داشتن شاگرد بودن باعث میشه روحی انرژی باشه تو راه قرآن برای شما و راحت تر حفظ قرآنتون رو پیش ببرید به سمت جلو. بله خب ببخشید، مدرک حافظ ممتاز قرآن رو که در آزمون های استخدامی فیت میکنن چطور میشه گرفت؟ سالانه توی بهمن ماه آزمون از طرف سازمان تبلیغات اعلام میشه، شما میتونید توی حفظ اون مسابقات ورود پیدا کنید، شما میتونید تو اون بخش ورود پیدا کردید آزمون بدید، آزمون های سالانه قبول شید تو سازمان تبلیغات میتونید تا مدرک فوق لیسانس و دکترا هم بگیرید. اینو که حافظ کل قرآن میشن یه درس و جزوات خیلی سنگینی هم داره مثل صرف و نحو جزوات عربی دیگه، اونا رو هم میکنن که نارفت قرآنشون تا مدرک دکترا رو میتونن از سازمان تبلیغات بگیرن که حافظ کل قرآن کریم بشن. سلام استاد، دو تا از نغمه های سبا و حجاز در تجوید هست. ما هفت تا نغمه داریم دیگه، سبا، بیان، حجاز، نهاوند، سگار گفتم. یه خدمت رو عرض کنم که همین الان هفتای کلاس بودن 4-5 روش میشنم حضور ذهن ندارم. اینها هر کدوم یه سبک و سیاق خودشان دیگه، دستگاه موسیقی عرب هستش اینا. ترتیب منشابی خوبه یه پریزگاه؟ غالبا منشابی بهتره به خاطر اینکه برای روانشناسی روحی روانیتون آتون با تومنیون آرامش میخونه، برای اعصابتون خوبه. ولی پرهیزگار چون صدای زیر و صدای ایرانی داره، ایرانی راحت‌تر باشه ارتباط میگیرن. پس شما ببینید صدای زیر ایرانی داری که به درد پرهیزگار بخوری، صدای بم دارید و بم داشته باشید بیشتر سمت منشابی برید حتما، چون یه مقدار رو روانتون آرامش داره. این تاثیر واسه روانشناسیش هست که حالا من زیاد ورود پیدا نمی‌کنم. انتخاب قرآن به عنوان مثال، حالا این کتابی که هست کاری نداریم، این اندازه باشه کافیه. شما در حد نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچیک، متوسط باید باشه تا وقتی میگیرید و فقط با یک قرآن حفظ کنید. این حتما بهتون پیشنهاد میشه که حتما اونجوری برید جلو. خب استاد هر قرآن عثمانتاها مناسبه؟ نه، هر قرآن عثمانتاها اصلا مناسب نیست. عثمانتاهای 15 خطی مهمه 15 خط باشه، 13 خطی، 12 خطی، 14 خطش هم دیدم من. ببخشید تو میشه قاری شد. تلاوت یکی از استادهی مثل استاد منشابی، مثال حالا من همه چی مگه الان گوش کردم از مصطفی اسماعیل، شهاد، منشابی، ولی منشابی پایه یادگیریه. استاد منشابی که قاری تلاوتش رو گوش کنی یک ماه و باهاش بخونی بعد از یک ماه، یا از یک ماه شروع باش خوندن، آرمان دستتون میاد لمش که اون قالب خوندنش از اون سوره آیات چه شکلیه. استاد سلام، با استاد پریزگار دیدار داشتین چطور؟ من یه بار دوباره دیدمشون. بله داستانش مفصله، چون خب مدیر آموزش قرآن اطرت بسیج تهران بودم من چند سالی، سال 92-93، و خیلی از اساتید قرآنی رو تو مدیر من دبیر کارگروه حفظ کل تهران بودم و چندین خیلی جلسه خیلی جاها رفتم دیدم، اکثرا هم من میشستم هم اونا من میشستم، خیلی کسای دیگه بیرونی نمیدار، ولی در کل خدا رو شکر. پیشنهادتون برای اتصال سریع آیات چی هست؟ اتصال سریع آیات، نوار زیاد گوش کنید، عادت اصلا نوار گوش کردن من تجهیز برای همه میکنم. شما دارید آشپزی میکنید، شما دارید بچه داری میکنید، شما سر کارید، پس بیل بزنید گوشتون نوار گوش کنید، ترتیل گوش کنید.
خیلی آیات به هم رسم میشه، ولی یه 7-8 روزی زمان میبره که ذهنتون عادت کنه ترتیب. سلام، من خیلی به تلاوت استاد قامدی علاقه دارم، میشه از ایشون تبعیت کنم؟ بله حتما میشه، مشکلی نداره. سلام، کودک تمایل به تکرار کردن با نوار رو نداره، من از بس تکرار کردم با خودش خسته شدم، چه کار کنم؟ ببینید کودک شما اگر براش بتونید هدف بسازید، هیچ موقع از اون هدفش دست بردار نیست. مشکل ما اینه که هدف نمیتونی برای بچه بسازیم و این موضوع باعث میشه که همیشه بچه ما دنبالش بیفتیم. برای بچه ایجاد انگیزه کنید، حتما تشویق باید داشته باشه، تشویق باید بشه. نکته سوم، یه سیستم آموزش سوم غیر از شما باید شما پدر و مادر با بچه داشته باشید. این موضوع رو حتما باید ترتیب این کارها رو داشته باشید تا بچه تون علاقه من میشه خودش بیفته دوباره یاد گیری. استاد یه به من شاغل هستم، امسا قصد حفظ رو شروع کنم ولی نگرانم وقت بیفته نتونم ادامه بدم. شما راهنمایی میکنید؟ در روز 20 دقیقه وقت دارید؟ اگر وقت دارید حتما حافظ میتونید بشید. این رو بنده دارم به شما میگم. من احساس میکنم خیلی بی‌دقتم ولی خیلی دوست دارم بیام سمت حفظ. مشکل نداره، بالاخره با سمت حفظ اومدن دقتتون رو بالا میبرید، این خیلی مهمه. شما با سمت حفظ اومدن آرمان دقت و مدل خودتون رو پرورش میدید، این رو بدونید. استاد جوری میشه؟ چه جوری میشه 20 دقیقه اونم تو یک سال حافظ کل بشید؟ تو یک سال نه، اون حفظ یک ساله 2 تا 4 ساعت وقت میخواد روزانه. کلی گفتیم اونایی که رو حفظ عمومی میان 1.5 تا 2.5 سال حافظ کل میتونن بشن. اون حفظ یک ساله شرطیش هم فرق میکنه. چطور تمرکز خودمون رو بالا ببریم؟ چجوری تمرکز خودمون رو بالا ببریم؟ بستگی داره چه بلایی سر تمرکز شما اومده باشه. یکی از مشکلات تو زندگی داره تمرکز نمیتونه داشته باشه. یکی هستش که مدلش آدمی که هی حواس پرتی داره. اینا هر کدوم راه و روش خودشو داره. اونی که مشکلات داره که باعث شده عدم تمرکز پیدا کنه باید مشکلش برطرف بشه. پس بهترین تمرکزش باید بذاره این که مشکلش رو برطرف کنه تا بتونه حواسش رو جمع کنه. اونی که مدلش تمرکزش همش پخش و نمیتونه جمعش کنه، اینا باید بریم درمانش که یاد بگیره تمرکز کردن تو کارش، که بالاخره اون متد خیلی زیاد میتلمه. چرا ادعی جوری میگن حفظ قرآن حفظ کردن مشکل داریم، انگار میخوان کتاب درسی حفظ کنن؟ والا این موضوع رو ما همه 17 سال داریم باش دست پنجه نمیکنم. هر کمی میگه چال آسونه، بعد میگن که چه خبر اینقدر مشکل. نه خیلی آسونه حفظ قرآن. من دارم میگم که حفظ قرآن کاری نداره. حفظ جدید رو چند بار در روز باید تکرار کنیم؟ بعضی اصلا حافظهاشون یه مدام مشکل داره، موقع که الان حفظ کردن به روش متد خودشون رو هر جوری که هست 2 ساعت بعد رو یه بارم شب یه بار رجوع کنن، یه نگاه بندازن که ذهنشون تازه میشه. استاد در مورد تغذیه حافظه هم بفرمایید. تغذیه حافظه دو مدلیه، یکی با غذا یکی هم با تمرینه. خود قرآن یه جورای تغذیه حافظه حساب میشه. عسل و کندر و بحث غذاهای گرم هم غذاهای جسمیه برای حافظه حساب میشن. استاد میخوام حفظ رو شروع کنم، بگین چیکار کنم؟ کاش که اینو تو لایو میمدید میگفتی، تو دایرکت پیام بدید تو اینستاگرام، واحد جز باهاتون صحبت میکنه و راهنمایی میکنه. شماره فقط بذارید، شما تماستون بذارید با نام خانم دکتر. میگم که باید اول از سوره هایی که بهشون علاقه دار شروع کنید. نه بحث این که حتما باید سوره هایی که علاقه دارید شروع کنید، نه، شما از ابتدای قرآن برای حافظ کل شدن نیاز که از ابتدای قرآن شروع کنید. استاد موسیقی گوش دادن به حفظ قرآن آسیب میزنه؟ اگر اون که حرفه‌ای داره کار میکنه موسیقی به آسیب میزنه، ولی خب مشکل اینجاست که ما موسیقی نمیشناسیم اصلا. قادم هر چیزی دستمون میرسه گوش میکنیم و خودمون رو داغون میکنیم، روانمون رو داغون میکنیم. موسیقی یکی کسی که بلد باشه خب یه جور دارو حساب میشه، چون خود قرآن هم با آواست. ولی باید علم و سواد اینو داشته باشید که قنا چیه، قنا کجا اتفاق میفته و چه فضاییه، که من راجعش نمیتونم صحبت کنم. ولی قبلا یه 6 ساعتی فکر کنم راجعش سخنرانی داشتم قدیما.
سوره بقره رو میشه چه جور حفظ کرد؟ سوره بقره رو حتی دو ماه و نیمه میتونی شما حافظش بشید، خیلی راحته و با برای سبک هم میتونی حافظ بشید. اتفاقا بقره جزء سوره آسون برای بزرگسالانه، خیلی آسونه. استاد گوش دادن به مداحی هم ممکنه در راه حفظ مشکل ایجاد کنه؟ بله دقیقا مشکل. چرا؟ مدل انتخاب اون آهنگ مداحی خیلی مهمه. متاسفانه فشار بیش از حد مداحی جدیدی که از غیر از مثلا پویانفر و مثلا آیه رسولی اینا خوب بکنن، ریتماشون خوبه، آیه میثم متینی ریتماشون خوبه، خیلی مهمه اون موسیقیه که تو مداحی استفاده میشه چیه. اکثرا توی شور خیلی ضرب تند خیلی خاص درست میشه اکثر مداحی ها و این خیلی بده، این خیلی بده. درسته که توی مباحث ما، تو مباحث عزاداری ما، هرچی ریت باید به حزن شما رو برسونه. حزن یعنی چی؟ شما رو به حزن مدایی و اهل بیت برسونه. چیزی که شما رو از اون حزن درمی به یه هیجان خیلی زیادی میرسونه خوب نیست. راجع به این موضوع من بحثم دارم، ولی خب درست انتخاب کنید مدایتون رو. تو روش دوره های قرآنی ما معمولا چون از رو قرآن با نوار دوره داریم، باعث میشه اون صفحات رو تصویرشون هم حفظ بشید. این هم یکی از روشه که ما داریم انجام میدیم. آیا شرط سنی هست؟ بله، از 3 سال تا بالای 75 سال ما الان شاگرد داریم، یعنی 75 سال رو داریم. استاد رفتار حافظ قرآن باید چجور باشه؟ خیلی خوش اخلاق، چیزی که من میتونم جواب بدم. استاد اونایی که حفظ رو شروع کردن و بعد ول کردن چطور میتونن ادامه بدن بدون اینکه دل زده بشن؟ حساس‌ترین و سوالات همین هست. اونایی که حفظ کردن ول کردن و میخوان تثبیت کنن، تثبیت واقعا سخته و ما این تثبیت رو میاییم با ارزیابی کلی خوردش میکنیم، سبکش میکنیم تا اون شخص به راحتی تثبیت بشه و دوباره بیاد برای حفظ جدید و دل زده دیگه نشه. خب با اجازه شما حالا شروع کنیم چند دقیقه از قدیر صحبت بکنیم و انشالله صحبت ما به درد بخوره. بابت این موضوع که قبل از اینکه شروع کنیم یک صلوات خط کنید. خب خدمتتون عرض کنم که ببینید یکی از بزرگترین عیدهایی که برای شیعیان و حتی برای انسانها قرار داده شده بحث عید قدیر هست. عید قدیر از این لحاظ خیلی بزرگه که سرنوشت انسان‌ها تون رقم خورده. یعنی چی؟ یه بخش اینی که ما 124 هزار پیامبر داشتیم. این پیغمبرهای الهی و پیامبرهای الهی آخریش خاتم الانبیا رسول اکرم بودن. خب این که آخر سر قرار داده شده دلیل بر تقدم به همه این عقبی هست. یعنی چی؟ یعنی 123999 تا پیامبر اومده تا فضاسازی و جاسازی کنه تا دین اسلام جا بیفته و اون پیامبر الهی مردم بتونن درکش کنن. یعنی عقلها رو رشد داده خداوند تا برای آخری که اولین مخلوق هستی هست رسول اکرم رو هم معرفی کنه و هم دین جدیدی بیاد. اما به واسطه این پیامبر الهی که بهترین مخلوق هستی هستش، اینی که چجوری این اسلام رو باید به مردم بشناسونه. ما روایت‌های عجیب و غریب زیادی داریم درباره بحث قدیر. این رو فقط بدونید آیه قرآنه، به رسول خدا داره میگه بلغ ما انزل الیک، میگه اون چیزی که بهت دادیم. حجت الوداع آخرین حجی بود که پیامبر رفت و سوره مائده بنا به تفاسیر خیلی زیادی آخرین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد، سوره مائده. حالا با توجه به تفاسیر مختلف هم هستن که میگن جزء آخریا بوده. تو جزء آخریا بوده که شکی نیست، ولی جزء آخرین سوره هم بودم شکی، چون روز واقعی الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه که تو روز قدیر اومده و اون حجت الوداع پیامبر قرآن براش نازل شده سوره مائده و
واقع قدیر این موضوع براشون پیش اومده. خب پیامبری که اول مخلوق هستی هست، 123999 تا پیامبر اومدن تا پیامبر رو بشناسونن، این پیامبر اومده دینش رو بشناسونه، روز قدیر آیه داره نازل میشه که درباره دین صحبت شده، الیوم اکملت لکم دینکم، آیه که معروفه. خب امروز روز قدیر دین شما کامل شد. یعنی دین شما به واسطه امیرالمومنین معرفی شدن و رسالت پیامبر، بلغ ما انزل الیک، رسالت پیامبر بر امیرالمومنین دین شناخته شد. یعنی اول مخلوق هستی رسول اکرم اومده امیرالمومنین رو به مردم بشناسونه و مقام امیرالمومنین در این زمان اینجا به ظهور میرسه. خب این یه بخش. قسمت دوم، اما یتسائلون عن النبأ العظیم، میگه در روز قیامت، سوره نبأ هستش، در روز قیامت از شما میپرسن سوال عظیم. سوال عظیم چیه؟ نماز. این همه آدم دارن نماز میکنن، 1 میلیارد خودی مسلمان داره نماز میکنن، زکات، خمس، نمیدونم روزه است، تمام اینه که کلی مسلمان داره انجام میدن، ولی قرآن داره میگه از سوال عظیم میپرسن، عن النبأ العظیم الذين هم في اختلاف في مختلفون، هم چیزی به فکر ما آیاش ببخشید من یه تیکه چون میخوام دقیق بهتون بگم، یه آیه خیلی قشنگی که جالبه. خب الذين هم فيه مختلفون، شما با هم اختلاف رسیدید، سر اون بحث کردید و این اختلاف عظیمی که خیلی بزرگه چیه تو بین مسلمان ها؟ به خاطر اینه که این اختلاف عظیم رو باید بین مسلمان معلوم باشه، کل دعوا سر امیرالمؤمنینه. چرا این آیه رو صراحتاً توی قرآن نیومد؟ اگه تو قرآن میومد قرآنم ترجیده حتما عوضش میکردن، میگن تحریف میکردن قرآن رو. یکی از دلایلی که نه بحثی که قرآن چرا بلد نیست بخونی، نه الذین هم فی مختلفون یه بس آیتی دارم قرآن میخونم همزمان، چون 1 ساعت دارم لایک میرم و کلا صحبت کردم ذهنم خسته شده، خستگی خیلی زیادی پیدا کردم بعد از چشمام معلومه دیگه، و براتون داشتم توضیح میدادم. و این که موضوعی که این که قرآن تحریف میشد مثل کتاب انجیل، مثل تورات، قرآن رو خداوند نیومد بگیم با معجزه بخوایم چیز کنیم، اینه که شما قرآن معجزه هستیه چون بر عقل نهاده شده. خب نکته دوم این که بحث این قرآن معجزه بودنش اینه که انقدر کلی صحبت کرده، مثل اینکه میگه نماز بخونید، شما چه حرکت باید بکنید، چجورت بخونید، اینا همش دست رسول اکرم که توضیحات داده شد. اینه که همین قرآن رو رسول اکرم وقتی نبی هست و بهش نازل شده، همین حالت رو شما برای وصی خودش قرار داده شده، یعنی قرآن به وصیش داده شده، میشه امیرالمؤمنین. پس شما اگر میخواهید جز کسایی باشید که روز قیامت به اون مسیر مقصد خودتون برسید، خب اگر قرار روز قیامت شما به مسیر و مقصد خودتون برسید، یادتون باشه ولایت امیرالمومنین بر همه چیزتون واجب تره. شما اگر خواهید به همه جا برسید، بدونید ولایت امیرالمومنین موضع اختلاف همه شده. روز قدیر به خاطر این مطرح شده و به خاطر این موضوع بحث شده،
میبینه که بعضی هم تو لایف ناخودآگاه نام امیرالمومنین میاد، گارد خیلی زیادی میگیرن. یکی از این گاردها به خاطر اینکه اختلاف سر امیرالمومنین و سلام اینها رو گفتم که بدونیم ما ولایت امیرالمومنین داشته باشیم عاقبت به خیر میشیم، تا لحظه مرگ حفظش کنید و این لطفی که خدا به همه ماها داشته. خب این یه صحبت کلی بود درباره قدیر بود. یه بنده خدای سوال پرسید و گفته بودم که زنده باشی، زندگی شما هم علوی باشه. یه بنده خدا هم سوال پرسید، گفتم بعد از بحث قدیر اینو نکترم میگم درباره بحث روانشناسی بود. چی بود که یادم رفتش؟ حدیث درباره حفظ قرآن داریم. بله خیلی حدیث داریم از رسول اکرم تا اهل بیت، تک تک معصومین ما در سن بچگی حافظ کل قرآن شدن. این حدیث از این بالاتر که امام زمان ما هم حافظ قرآن شده و کسانی که حافظ قرآن باشن بهش میگن اقرا و ینفع، شما بخوان برو بالا. اون کس که حافظ کل قرآنه تک به تک آیه میخونه و به مقامش در قیامت افزایش پیدا میشه تا به مقام کل بهش دست پیدا کنه. این آیاتی بود که درباره حفظ قرآن هست. خب سوال دیگه نیست. میشه با علم فرکانسی کم میشه حافظ قرآن شد؟ با علم فرکانسی بله. بحث اینجاست که اومدن همچی کاریم کردن. من حفظ قرآن در خواب، بحث آلفا بتایه که بحث مغزیه، که اون موسیقی خود ترتیل قرآن در خواب مغز رو آموزش میدن. خیلی سنگین سخته. من خودم چند بار انجام دادم، پیشنهاد نمی کنم چون فعلا چون در مرحله آزمایشی هست امکان داره مغزتون آسیب بخوره. حافظان قرآن حاملان وحی هستند. بله اینم که حافظان قرآن حاملان وحی هستند. فرق روایت از رسول اکرم فکر میکنم کسی که حافظ قرآنه به مانند پیامبر مقام داره. فرقش اونه که اون فقط به اون وحی شده و ایشون آیه رو حفظ کرده در سینش. خب انشالله که به حق امیرالمومنین هر جا هستید انشالله به مسیر خودتون ادامه بدید، خداوند حافظ شما باشه. انشالله سایه زندگی شما زیر سایه قرآن و اهل بیت باشه. همتون به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.